با سلام و درود احترام خدمت هموطنانم در سراسر دنیا. خدمت شما هستم که وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرده که ما تحریما رو از نیمه شب دیشب یا 8 شب به وقت آمریکا شروع میکنیم. بازی به هم خورد. اینا تعجب کرده بودن، ما قراری داشتیم بابا این کارا چیه؟ خلاصه شد جریان آخره حکومت صدام که همین اتفاقات افتاد. اما این یک فرق عمده اینجا داره. چطور شد بازی به هم خورد؟ چطور شد فرانسه و آلمان و یک کشور دیگه اعلام کردن که آقا ما نیستیم و از این حرفا، ولی آمریکا داره کار خودش رو میکنه. اونا شو اجرا کردن، خودشون عزیز کنن، اما آمریکا دید نه، بازی داره به هم میخوره. داره همه چی میبازه و با دست خالی بره. یه نفر به یکی 100 تومن قرض داده گفت نه، 50 تومن گفت نه، 20 تومن گفت نه. گفت حداقل اون ساعت چند ما دست خالی نرفته باشیم. آمریکا دید داره دست خالی میره اینجا. چون اتفاقاتی تو کشور چند روز اخیر افتاد بعد از شهادت نوید، خدمت شما هستم که اینها دیدن سیستم بازی رو به هم میخوره، همه جا داره بازی به هم میخوره. اینا هر چی حساب میکنن دیگه اشتباه در میاد، از واری در میاد. اینا احساس میکنن که به زودی در ایران اتفاقاتی میفته، حرکت مردم شروع میشه، بازنشسته ها شروع میکنن. هرچند وعده تو خالی پوش به بازنشسته ها زیاد دادن که آقا حقوق برابر به حقوق کارمندا بهتون میدیم، که اگه کارو بکنید دزدی کردید، خیانت کردید که نمیتونید بدید. و جو مملکت جویی است که دیگه به هیچ وجه من از وجوه به دولت اعتماد ندارن، دولت دروغگویی است، به خامنه ای اعتماد ندارن، همه ماهیت پلید و پست و کثافت خامنه ای رو شناختن، دست همشون رو شده، راحت بهتون بگم. حالا خودشون میتونن هم افتادن، خودشون هم دیگه افشا میکنن، خودشون میاد تو بودی میاد تو بودی، از یکی از یک بدتر، همشون از هم دیگه بدتر، سگ زرد برداشت شغال. اومدن چند نفر تا از تو لپوب در آوردن، خانم کیکیک، آقای کیکیک فلان علی خامنه‌ای حرف میزنه. خانم عزیز دیگه اینا نخنما شده، اینا دیگه برید بریزید سطل آشغال، میخوان کاندید کنه واسه ریاست جمهوری، بعد زمینش میچینن که خانم ها رئیس جمهور بشن. میاد تریزو میارن میگه خامنه‌ای اینجوری باید حکومت برود. دیگه نکنید دیگه به ورش باید نداره ها، ولی بیش از خودتون ضایع نکنید. نمیدونم امیر احمدی از اون و نوریزاد از این و داد فریاد میکنه علی خامنه‌ای مصطفی مشتبه های حرف نفر بی بازی ها دیگه نکنید. مردم دیگه خود خم رنگ بازی هستن، استاد کار شدن. چون میدونی چرا؟ چون 41 سال با تمام هیلای شما آخونده کسافت، آخونده تبهکار، بی ریشه، بی اصل و نسب و دوز و خائن و مکار کار کردن، استاد شدن، نمیتونن. آمریکا ترسید گفت اگه من این کار رو بخوام بکنم زودتر نجنبم و اینا منطقه رو نزنن، کشور منطقه رو نابود نکنن، لااقل برای ما کار درست نکنن که ما هیچ چیز گیرمون نمیاد. اگه مردم قیام بکنن، حرکت کنن که به زودی اتفاق خواهد افتاد، جمع شی کم کم اینها دست خالی از نباد برن. در نتیجه دیشب با مادر به هم زد و حرف اونا رو گوش نکرد. ببین علاوه همین کاری کرد، علاوه وقتی منافعش در خطره هر چی رو گفتن نه و بالا پایین و وتو گفت بریم پی کارت. باشه بازی هست، باشه قصه بازی هست. در نتیجه آمریکا بازی رو باخته. چه لشکرکشی به خلیج فارس، چه که میخواست نفت رو گرون کنه، چه کارهایی که میخواست بکنه، همش نقش براب شد. هیچی رفت پایین تر، مرتب رفت پایین تر، پایین تر هم میره. این 3000 میلیارد دلار که میگن آمریکا کسی بودجه داره، این کسی بودجه شه، بدهیش حساب نکرده. کشور منطقه میگه دوشید این تمام شد پی کاش، عربستان پول نداره، بحرین نداره، ندارن دیگه شما بدن، نیروهای شما اینجا هستن. اما حالا میخواست احیا بکنه خودشو، ببخشید، احیا بکنه خودشو و آبرو رفتهشو برگردونه. هر کاری بکنید به قهقرا میرید، چون در راه درست نیست، در راه خلافه، در خلاف مردم هست. آه مردم جگر شما در آورده، بازم در میاره. کجای کارید شما؟ کی میخواید بفهمید؟ نفهمید. روزگار چشاتون رو باز میکنه، تو اینقدر پسگردنی بهتون میزنه، چشای کور شدتون باز شه، گوشه کر شدتون باز شه، ولی دیر شد اون موقع. در نتیجه کل قصه همین است دوستان، که اینها هول هولکی اومدن آقا ما شروع میکنم بکنید. ولی خدمت شما عرض کنم که اینا هم زر بزنن دیگه، سلامی اومده من علم میکنم، بل میکنم، علم پیش بره. خود سلام خودش نوکر ایناست، خودش آدم ایناست و نیروها رو بیاره اونجا. و خوشحالم که خیلی از نیروهای سپاه ترک خدمت کردن، بهانه مختلف، بچه نیستن، تو محیط بزرگ شدن. و به بقیه هم دارم اعلام میکنم میخوای شما رو گوشت جلو توپ قرار بدن، حواستون جمع باشه که اینها میخوان ریشه سپاه رو بکنن. اما قبل از اینکه ریشه سپاه کنده بشه، میخوان کشور منطقه رو با آتش بکشن، حتی خلیج فارس رو، تعداد زیادی کشتی رو و و و و مسائل دیگه.
بله، آقای پومپئو گفتن که وزیر امور خارجه به زودی ما یک طیف وسیعی از اقدامات بیشتر را برای تقویت اجرای تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران اعلام خواهیم کرد. کارزار فشار دستی ما علیه رژیم ایران تا زمانی که دست از گسترش و هرج و مرج خشونت و خونریزی برنداره ادامه خواهد داشت. یعنی که داره بهش میگه آقا بجنب بجنب که زمان کمی است و امیدوارم که این آرزو رو به گور ببره. من خوشحال نمیشم که شهرهای منطقه رو بزنن، خوشحال نمیشم که کشورهای متکبر و یک دفعه به پول رسیدن و اینجور خودخواه و اینجور مردم، مخصوصا مردم ایران اذیت کردن، به خصوص مردم ایران اذیت کردن، به خصوص زجر مردم ایران. کشوری بابا شما چی بودی؟ کویت شما ببینید اند تکبر، انگار دماغ فیل افتادن. اماراتی بدتر از اونها، امارات همش از این مصدر هستن، بحرین خود انصاف با احساس هستن، اما کشورها همش هم عربستان همینجور بر نمیکنه. چنان مست قدرت شدن و مست پول شدن کسی یاد شده بابا شاه ایران بود که شما اینجا رسیدید، شاه ایران بود که پول شما نفت شما از 200 دلار بالا، شاه ایران بود که این امنیت و منطقه داد، شاه ایران بود به شما وجاهت و شخصیت حقوقی داد. بقیقی چه نمیخواید باور کنید، ولی اشکال نداره، نه خوشحال میشم اون رو بزنم، ولی دیگه اگه بخوام بزنم دست من اون نیست. ضمن اینکه بهتون بگم دوستان موشک برای فرستادن، ولی یکی اینا بزنن 10 تا 20 خودشون میزنن، دیشب پولی را خواهند زد که همش به اسم ایران بندازن و بعد اونا بیان جلو اون قهرمان بشن و بیان اینا رو بزنن. همه چیشون هم میدونن، همه جایگاه پایگاهشون رو میدونن، در هیچ شکی نیست. و اسرائیل هم اون چیزی که میخواد بزنه اون رو بزنه و الی آخر. بله این مثلا آقا میری ها نمیدونم فلافل همه شو هست، اینا لوپ لوپ در آوردن برای کاندید رئیس جمهور. فکر کنم با دیگه با این حرفا مجبور شد گذشت، این گذشت حذف و حذف رو بیاره، اشکال نداره دست رو بشه آقا. از آمریکا آدم در میاره، از آدم در میاره، یکی دیگه مشالاتان آدم در میاره، دولت تعیین میکنه، و یکی دیگه قاراسی میشه. ملت ایران دیگه گول نمیخوره. یه آقای بر من نوشته که کشورهایی که الان وضع مالیشون خوب هست و زندگی خوبی دارن، خیلی جالبه نه، اگه میان در رأی گیری کسی که این زندگی رو باشه درست کرده اونو میان از کار برکنار میکنن، این ناسپاسی و ناشکریه. راجع به مطلبی من رو گذاشتم، نه خیر آقای عزیز، ناصر ناسپاسی و ناشکری نیست، ولی کدوم بیشرفی در دنیا میاد به شاهی که این همه خدمت کرده بدون منت، شب و روزشو گذاشته، کشور از فرش به عرش رسونده، رضا شاهی که زندگیشو گذاشت و یک لحظه آسایش نداشت تا کشور آباد بکنه، و کدوم بیشرفی دونه میاد فوش بهش میده، فوش ناموس به لگن بهش میزنه، ولی او انصاف میکنه، انسانیت میکنه، شرف داره، اینه تو نیست بچه پوری کسافت میذاره میره. اگر روز همه تو قراغه هم کنه او ارتی شاه داشت، آمریکا هم باتش میکشید، اما نکرد. پس شرف داره، تو بیشرفی گرفا میزنی، کسی به تو خوبی بکنه از چاه در دیاره، از پای دار بیارد پایین، زندگی درست کنه، لباس نوبت بده، همه کار باید بکنه، زندگی عادی هم داشته باشه، ازدواج هم بکنی، پول هم داشته باشه، بعد بیا بهش فاش بدی، تهمت بزنی، بعد لگد بهش بزنی، سنگش پرتاب کنی، مرگ بر فلان بگی. فرق اینجاست، یاد نگرفتی، نمیخوای یاد بگیری، ولی تو روزگار یادت میره، مطمئن باش روزگار یادت میره. خب سلامی گفته بود که یک مو از ایران یا کم بشه من کرک پرتون میکنم، یکی نوشته واسه من آنها مو میخوان چه کار، آنها پول میخوان. بله و بعد راجع به منطقه کره جنوبی صحبت خواهم کرد. من یه بار قبل از این توطئه ننگین با موتور و متأسف پنجا داشتم رفتم یه عروسی قوچان، بعد شب نیومدم اونجا موندم، بعد شب که موندم اونجا بعد مادر صبح رفت در خونه یکی از دوستان که با هم خود مجردی داشتیم که رضا کجاست، اینا گفت کوچانه، گفت یک مو از رضا کم شد پدرت در میارم. بعد میگفت رضا با مادر اومده گفته یک مو از سرت کم شد تا موی سر ما رو میکنه. خب دوستان خدمت شما هستم که پس حواستون باشه، باز مگه خبری بشه بهتون خواهم گفت. اینا به همه بازیاشون به هم ریخت، همه اون چیزی که چینده بودن به هم ریخت با این کاری که اتفاقی داره میفته، که اشاره اینا ترس برشون داشته و اصلا همینه. این همه رفتین کلک زدین بالا کردین پایین کردین، آخر به جایی رسیدین که گیجه گرفتین، فلان گیجه گرفتین و بازی ها به هم خورده و حالا هر اتفاق بیفته به ضرر خودتونه. بیاید جلو مردم رو تواضع کنید، عذرخواهی کنید، برید سراغ شاهزاده
برید سراغ شاهزاده، ناجی دنیاست. کی میخوایم بفهمید؟ نفهمید به درک. من گفتم، از من گفتن، از شما نشیده، خودتون میدونید. برید سراغ شاهزاده. ملت ایران ناجی دنیاست. هزار بار دیگه هم میگم، شما هزار بار دیگه نشنوید تا به خاک سیاه بشینید که دارید میشینید. ایام بکام بودار خوش.